درود و وقتتان بخیر. به فراخبر با من صدف امیری خوش آمدید. در این برنامه خواهید دید تلاش ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح. آیا پیچیدگی های روند صلح با برگزاری جرگه مشورتی حل خواهند شد؟ شورای عالی صلح میگوید که جرگه مشورتی صلح از 26 ماه اوت تا 29 این ماه برای 3 روز برگزار خواهد شد و کارها برای برگزاری این جرگه به شدت ادامه دارند. لوی جرگه بخیر در آخر ماه اوت دایر میشه. فعلا تاریخ آغازش 26 اوت است و انشالله که ختم میشه به 29 اوت. ممکن تمدید شوه، اگر بحثا دوام کنه زیاد شوه، ممکن یکی دو روز دیگه تمدید شوه. اما حقوقدانان از حکومت میخواهند که راهکارهایی را به میان آورد تا فیصله های چنین جرگه ها اجرایی شوند. از سوی هم شورای عالی صلح میگوید که قرار است چگونگی برگزاری این جرگه را یک کمیسیون غیر دولتی مدیریت کند. قرار است کابل تا 25 روز دیگر گواه برگزاری جرگه مشورتی صلح باشد. جرگه ای که در آن خطوط سرخ افغانستان در گفتگوهای صلح با طالبان مشخص خواهند شد. اما هنوز هم درباره ایجاد این کمیسیون غیر دولتی ابهامات وجود دارد. رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح با آغاز گفتگوها میان حکومت تا افغانستان و طالبان نیز خوشبین است. قرار است که در جرگه مشورتی صلح کم از کم 30% از شرکت کنندگان زنان باشند و آنگونه که شورای عالی صلح میگوید این جرگه در واقع یک اجماع ملی را درباره صلح افغانستان شکل خواهد داد. و همچنان چگونگی برگزاری این جرگه را یک کمیسیون غیر دولتی مدیریت خواهد کرد که این مسئله را شورای عالی صلح بیان داشته است. برای بحث بیشتر روی این موضوع آقایان نجیب محمود استاد دانشگاه و نظیر احمدزی عضو مجلس نمایندگان افغانستان در بحث با من هستند. سلام بر شما، تشکر از حضورتان به برنامه. آقای احمدزی، تلاش ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح تا چی حد میتونه متضمن این باشه که ما واقعا میریم به سوی تشکیل یک اجماع ملی به خاطر گفتگوهای صلح افغانستان؟ مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر محترم استاد او لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. دا موضوع نوی نه ده، که تاسو فکر وي تقریبا شپږ میاشتې د مخه هم په ار کې دا کوم ولسوالان راغوښتل شوي وي. هغو سره یو خبره وسوه چې د ملي اجماع په نامه معنی به مونږ کانفرانس دایروو په ار کې تر څو پورې ولس سره یو مشوره وسي د صلح په خاطر باندې. خو بدبختانه به ووایم چې بعضې مسایل داسې راغله چې هغه موضوع ونه سوله. اوس دولت مجبور سو، ځکه تاسو به کتلي چې د افغان ملت په نمایندګۍ یا د حکومت په نمایندګۍ بعضې اشخاص ځي چې هغه سره نه د دولت صلاحیت وي او نه د ملت، یغوی ځی خبرې کوي. موږ وغوښتل چې څنګه دا خبرې راجمع کړو. نو یوازینۍ لاره دا وه چې په افغانستان کې یو مشورتي جلګه بالخصوص د سولې په خاطر باندې راوبلل سي چې هغه خلک سي یکه تازی کوي راسی ملت سره کینی او یو داسې طرحه وړاندې کومګه چې هغه د موږ ملي ګټو په خاطر باندې یوه سره کرښه واوسیږي. تاسو به لیدلی موږ سیاسیونو په تلویزیونونو کې کینی هر سړی د خپل ځان نه داسې خبرې کوي چې هغه ملي ګټې د پښو لاندې کوي. نو دا جرګه په دې اساس باندې رابلل شوې ده او موږ امید دې ته لرو، ځکه چې د افغانانو اکثره مشکلات په جرګو باندې حل شوي دي. دا د یو مرکو جرګو کور یادیږي افغانستان. نو په دې خاطر باندې اوس دا جرګه رابلل شوې او تر څنګ دغه غیر دولتي کسان ښودلي هغې معنی دا ده چې موږ ملي اشخاص دلته ولرو چې هغه د ملي ګټو په خاطر باندې یوه فیصله وکړي، نه د خپل شخصي ګټو په خاطر چې په دې حکومت کې ما شخصي ګټې خوندي نه دي. دا حکومت دې ړنګ سي، موقتي اداره دې جوړه سي، یا دا دې اوسي یا دا دې اوسي. نه، هغه اشخاص بلته کښېني. په دې جرګه کې صلاحیت ورکول شوی ده چې هغوی بالخصوص د صلح لپاره د استاذ نظر واخلي، تاسو خویندو نظر واخلي، د ځوانانو واخلي، د ملي مشرانو واخلي، بعد له هغې نه یو فیصلې ته ورسیږو او هغه د موږ سره کرښه واوسیږي. و چقدر کابل آماده برگزاری این جرگه سال هست؟ آیا شرایط واقعا مساعد است برای این جرگه؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم برای بیننده های تلویزیون طلوع، شما و جناب احمدزی صاحب. خب بدون شک پیچیدگی های امنیتی در افغانستان یکی از موارد است که همیشه انتقادات مردم و سیاسیون وجود داشته و بدون شک او فکره که ما بسیار ایدال باشه که بگویم تمام اقشار و نخبه های سیاسی جامعه مدنی میتونه در این جرگه سهیم باشه یک گپ دشوار است. خب جرگه دایر میشه و بالاخره ما باید به سمت دیالوگ افغانی بریم که در هو تمام گروه های سیاسی حداقل یک اجماعی را ایجاد بکنن که
بتانند با اجندای مشخص در گفتگوهای صلح که اگر با طالبان صورت بگیره صحبت های داشته باشند. چون بدون شک وقت ما بحث را که مطرح میکنیم که صلح صورت بگیره و این صلح از دریچه دولت بره برای مخالفین سیاسی و مخالفین نظامی قابل قبول نیست، اما زمانی که فشار سیاسیون افغانستان، جامعه مدنی، زنان افغانستان باعث میشه که دولت تن به این بده که خب تنها نمیتونه که بس صلح را به پیش بره و باید با همه مردم میره شریک بسازه، یک گام بسیار مثبت است. بدون شک این جرگه در یک شرایط صورت میگیره که از یک طرف رایزنی های روسیه برای صلح، از طرف دیگه از امریکا جریان داره، از طرف دیگه از سعودی و پاکستان هم در تلاش این است که چگونه میشه در مسئله صلح افغانستان دخیل باشن. اما براندازی که پروسه افغانی باشه خوب است، اما برمیگرده به این که سلیقه های مشخص نباید در جرگه وجود داشته باشه. یک جرگه ملی باشه. من میخوام که بیشتر روی نگرانی ها برای چگونگی برگزاری جرگه هم شما بحث داشته باشین، که عمدتاً نگرانی هایی که حداقل مردم و مشخص تر سیاسیون از برگزاری جرگه دارن چی ها است؟ خب فکر میکنم یک نگرانی که همه مردم به او زیاد توجه خواهد کردن نگرانی امنیتی است. برای این وقتی که ما تمام نماینده ها را سر تا سر افغانستان دعوت میکنیم، باید امنیت از اونا تامین باشه، که یک گپ مهم است. در پالویشی اجندایی که وارد بحث میشه در جرگه باید مطلق به نفع ملت افغانستان باشه، نه برای یک گروه خاص سیاسی و نه برای دولت. در ضمنش باید رهبری جرگه توسط یک شخص صورت بگیره یا توسط یک گروه صورت بگیره که بر دولت، بر جامعه بین‌المللی و بر تمام اقشار سیاسی، احزاب، جامعه مدنی قابل قبول باشه. یعنی نباید کسی در جرگه رهبری یا گرداننده جرگه باشه که در نهایت همو خطا و سمت حرکت بده که به نفع یک گروه خاص باشه. باور ما این است که مردم توقع دارن که جرگه واقعا یک جرگه باشه که در حقوق عمگی خدا ببینن. اما در صورتی که جرگه بیشتر رنگ رخ یک جنای خاص را بیان بکنه و پا به فشارن روی یک اجندای خاص، فکر میکنم که مشکل حل نمیشه. یک چیز فراموش نکنیم، طالبا بر اساس برایند این جرگه که چقدر افغانیست تصمیم میگیرن. دو، جامعه بین‌المللی هم از برایند این جرگه تصمیم میگیره که افغان‌ها از لحاظ عقلانیت سیاسی به جای رسیدن که خودشان تصمیم گیری بکنن و امو بار دوشه که در شانه های جامعه بین‌المللی بوده او سبا کشته و میتونن که میکانیزم سال هر خودشان تطبیق بکنن. آقای همزای، آیا شما هم موضوعات را به حیث نگرانی برای برگزاری جرگه مشورتی صلح یادداشت کردین؟ موضوعات هست که شما هم میخواین بیان کنین؟ زه دوایم دغه جرګه تاسو متاسټول ته معلومه ده چې جرګي صلاحیت رئیس جمهور سره، ځکه اگر جرګه راغوښتلی سي د قانون اساسي له نگاهه جرګه راوبلل سوله، په جرګه کې دغه جرګه مشخص د سولې په خاطر باندې ده او په صلح باندې به بحث کیږي که بعضې اجنډا مشخصه ده، صلح ده، په دې کې نورې خبرې شته ده او نوه بحث ته ضرورت وی، ځکه چې دا مشخصه د سولې په خاطر ده او د دې په خاطر باندې چې څنګه مونږ کولای سو چې مثبت نظرات سره مشترک کو او ټول په یو خوله باندې، که هغه په حکومت کې کوم نواقص وي مونږ ورته وښیو، ملت په یو خوله وي. که د حکومت طرحه درسته طرحه وي، هغه څوک چې د دې مخالفت کوي له بلې کړکۍ نه سرونه هغه کوي، دغه سرونه به مونږ نور بندوو او کړکۍ به ورته بندوو، ځکه چې مونږ پلن دلته نظام لرو او هره خبره چې باید د نظام په چوکاټ کې مونږ وکړو، ځکه صلاحیت دو سره ده. تاسو به کتلي د مسکو غونډې کې، یعنی د بندیانو خلاصونه هغه د هیچا په صلاحیت کې دوی نه وسي دا څوک تللي وو. د هغې صلاحیت چا سره ده؟ حکومت سره، د نظام سره ده. باید نظام په دې کې شریک کړي او نظام ته مونږ داسې مشوره ورکړو چې هغه د افغانستان لکه څنګه چې استاد اشاره ورته وکړله، یو ملي طرحه وي چې په هغې کې ټول افغانان، خویندې، وروڼه، ځوانان، مشران، کشران ټول ځان شریک وګڼي. بعد له هغې نه مونږ کولای سو چې مونږ خپل هدف ته ورسېږو. هغه یکه تازان چې دي، هغه څوک پردیپاله چې دي، هغه صلحې ته وفادار نه دي، هغوی ګټې په همدغه رقم ته جنګونو کی بدبختوی کی دی غو مخنیوی به نو دی په خاطر دا جلسه شورا را ټولیږي او د مهیله دا چې په دې کې ټول افغانان باید اشتراک وکړي او د یو واحد افغانستان لپاره موږ یو مثبت فکر ولرو. بله، شما اشاره بر کسایی کردین که حداقل ناراض هستن از آنچه که حکومت در رابطه به طرح گفتگوهای صلح داره، میشه در رابطه با اونا بیشتر صحبت کنین که کیها هستن بیشتر ناراض از حکومت؟ ګور تاسو وکړه دلته موږ د صلح علی شورا درلودله. بله، نظام حکومت مدرلوده دغه نامه او بعضی دوستانو د منګه حرکتونه شروع کړي او خود سرانه چا د تنظیم په نامه، چا د حزب په نامه په دې معنی لاره. پس خو شمار پس از میان برنامه بگیریم. پس از میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم.
ادامه برنامه. آقای مزه، یکتازان داخلی در بخش گفتگوهای صلح، کسانی که حداقل تر حکومت را هم نمیپذیرند و میخواهند که خودشان به تنهایی این گفتگوها را پیش ببرند، کیها هستند؟ تاسو بلدلی دا پټ خبر نه، دا ټول ملت ته معلومه ده. شپږ میاشتې مخکې دغه میزبانی موږ تاسو په دغه مورد په صلح باندې بحث درلوده، او موږ دا خبرې وکړل چې حکومت ته لازمه ده چې اول داخلي یو صلح موږ راوړو، طالب یا مخالف خپل ځای، اول په دې نظام کې امکانات ټول د نظام موږ سره دي، او د نظام په خلاف باندې دلته موږ کارونه شروع کړي چې همدغه هم نظام کمزوری که او هم دې حالات ته موږ ورسولو. نو موږ ته اوس په دې کې بهتري دغه ده، او ښه والی او زه چې ورته خوشبینه یم، هغه دا موضوع ده چې دغه داخلي اختلافات به منځ کې ویسو، ملت ته به معلومه سي چې څوک صلح غواړي او څوک د سولې مخالفت کوي. په خوله خو ټول نارې وي، اختلافات داخلي به حد وجود داره که میتونه تاثیرګذاري بالای روند صلح داشته باشه. بلکل دې که شک نسته، تاسو ولید اوس د مسکو سفر یا د مسکو ته تګ دا له کوم ملت سره مشوره سوی وه؟ د چا په مشورې باندې دوی لاړل؟ او هغه خبرې چې دوی مخالفینو سره کولې، آیا دا سلای دوی سره موجود و؟ خو نه و. که چیرې د حکومت مشوره ورسره وای، دوی به م هلته ډاډه خبرې کړې وي. هم طالبانو هغه د زړه خبرې وي نشو کولی، او نه دوی سره کوم صلاحیت و. هسې یو نشست سوسو بېرته راغله. اوس په دې مشورتي غونډه کې دا کېدلی شي که همدغو دوستانو سره د موږ دا د افغانانو لپاره دا صلح یوازې د رئیس جمهور نه ده، نه د ډاکټر صاحب عبدالله ده چې موږ ټول ملامتیا په هغوی چې اصول د ټولو افغانانو غوښتنه ده، او صلح د افغانانو لپاره ده. هر افغان خور ورور ځوان چې یو ښه طرحه ولري، سالمه طرحه، ملي طرحه ولري، په هغې انشاءالله تعالی ملت جمع کیږي. نو د دې په خاطر باندې چې دا په اتفاقي داخلي موږ له منځه یوسو، دغه مشورتي جرګه راغوښتل سوې ده چې په دې کې د هغه چا چې په حکومت باندې همیشه نیوکې کوي که مثبت نیوکه وه، موږ هم په څنګ کې ورسره ولاړو. او که دوی چیرې غواړي نه خپله طرحه ولري او نه حکومت کارونه ته پرېږدي، نو د هغې مخنیوی بیا څوک کولی شي؟ دغه ملت به یې کوي، چې دا راجمع کیږي، دغه اجماع به یې کوي. نو زما په آن باندې دا اجماع ډېره مهمه ده، او د دې لپاره باید موږ تاسو افغانان خوشبینه واوسیږو، او په دې کې اشتراک وکړو، او واقعیتونه ووایو تر څو پورې دغه مشکل داخلي چې موږ ده دا له منځه یوسو. آقای محمود، به دیدګاه آقای احمدزی اختلافات در داخل خود نظام و در داخل افغانستان وجود دارد، تا زمانی که این اختلافات برچیده نشود داخل میان حکومت و سیاسیون افغانستان ما به هیچ نتیجه در بخش گفتگوهای صلح نمیرسیم، شما هم موافق هستید؟ بدون شک. به تایید گپ وکیل صاحب، اختلافات سیاسی در افغانستان رنگ و بویش متفاوت تر است نسبت به آنچه که ما در دموکراسی های غربی میبینیم. با تاسف جامعه افغانستان یک جامعه چند پارچه است. جامعه افغانستان سیاسیونش به اندازه گاهی وقت با هم کدورت دارند که خیلی مشکل است که شما اینا را روی یک میز جمع بکنین و روی یک اجندای واحد اینا با توافق برسند. یعنی میشه گفت که گاهی این اختلافات مهمتر از تصامیم بزرگ در کشور است یا روندهای بزرگ؟ تا حالا خود تقریبا همونطور بوده. البته فضای سیاسی افغانستان یک فضای جنگالود است. اختلافات که ما امروز داریم این ناشی از جنگ هایی است که دهها بالای ما تحمیل شده. پس توقع از این نداشته باشیم که ما مانند کشورهای دیگر که روی موارد سیاسی با هم اختلاف می داشته باشند در 24 ساعت حل میشن. نه، ما یک کشور هستیم که مشکلات امنیتی بالای دیدگاه های سیاسی ما تاثیر گذار خود کرده. اما زمانی که ما می خواهیم بریم به سمت یک اجماع ملی، باید تمام منافع خود و دیدگاه های عقیدتی خود کنار بگذاریم و به فکر شویم که افغانستان خانه مشترک ما ماست و چگونه میتونیم افغانستان حداقل در دیالوگ بین الافغانی و آدرسی که ما توقع داریم به اوج برسانیم. یک از طرف دیگر باید جرگه موجوده و یک مسئله دیگر هم توجه داشته باشد و هویی است که کشورهای دونر و کشورهای همسایه و قدرت‌های بزرگ در مسئله افغانستان دیدگاه‌های خود دارند. شاید ما در جرگه روی یک مسئله خیلی زیبا به تفاهم برسیم، اما شاید این خلاف آن چیزی باشد که در اجندای قدرت‌های بزرگ است. یک واقعیت باید قبول بکنیم که ما به تنهایی نمیتونیم مسئله صلح افغانستان را به پیش ببریم. باید نقطه نظرات کشورهای بزرگ، دونرها، آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه را باید مد نظر داشته باشیم. یک، در عین حال باید ما آمادگی زیاد داشته باشیم که با اجندایی که تند است، تیز است از طرف طالبان، باید آمادگی مناقشه و جربسته داشته باشیم. فراموش نکنیم که ما زمانی که به سمت دیالوگ افغانی یا جرگه میریم، باید چیزهایی را برای تحویل دادن بر طالبان هم داشته باشیم. زمانی که طالبان از یک بخش تفکر جنگی خود کنار میرن
و با پای میز مذاکره میان، ما باید هم آمادگی ازی در اجندای جرگه داشته باشیم که برای طالبان چه تحویل میکنیم. فراموش نکنیم که این جرگه یک جرگه انحطاف پذیر باید باشه. این جرگه باید از خواسته هایی که ما فکر میکنیم خیلی برای ما ارزشمند است، باید یک مقدار دهو نرمش به وجود بریم. در غیر آن شاید در هیچ روی یک سلسله مسائل ما به تفاهم برسیم، اما کار خانگی بعدی ما است که اجندای جرگه در حقیقت همان دیالوگ است که ما با طالبان انجام میدیم. هر تصمیمی که در این جرگه گرفته میشه میتونه سر سرنوشت سال و جربسایی که در روزهای دیالوگ با طالبان انجام میگیره تاثیرگذار باشه. بله آقای احمدزاده، شما هم فکر میکنید که واقعا در جرگه باید روی موارد که حداقل در قسمت گفتگو با طالبان بحث میشه انعطاف پذیری صورت بگیره؟ واقعا ولی نه، جرگه یا مشوره هم دې ته وایي چې څنګه موږ خپل هدف ته ځان ورسوو. اول خو موږ هیله له حکومت نه او بالخصوص د صلح العالی شورا نه ده چې دوی په دغه وخت کې چې څومره دوی ته صلاحیت ورکول سوی او دوی کومه برنامه لري، دوی باید خپل یو طرحه ولري، هغه راوړي، ملت سره شریکه کړي. په دې کې بیا ځوانان، خویندې، وروڼه خپل نظریات شریکولی سي چې په دغه ځای کې دغه نیمګړتیا ده او هغه موږ ورغه کړو. نو اول به موږ د دوی طرحه ګورو چې اوس حکومت څه طرحه درلودله، په دې دومره وخت کې دوی د صلح په خاطر باندې څه کړي دي او دل لپاره پلان شیو د دې مخنیوي چا کاو خند حکومت و شورای عالی صلح در امین جرګه باید دا ولس وګوري، ځکه لایغینه موږ تاسو برنامه جوړولای سو. نو اول دا مهمه ده چې دوی باید د سیو ملي طرحه ولري چې ټول ملت په دې طرحه باندې دوی را جمع کی. اولین سوال حکومت راج کیږي. دویم خبره ده لکه استاد اشاره وکړه، موږ هم دا وایو چې اکثره وخت مشکل موږ په خپله ایجاد کړی په داخل نه، زه زیات په ملامتیا په چا نه اچوم. که چیرې موږ سره یو سو، تاسو وګورئ د همسایه ممالکو هند پاکستان یو موضوع راغلی، په هند کې په زراو عذاب دي، خو ټول نن په یو د هندي په نام باندې ولاړ دي. په پاکستان کې هم داسې اختلافات خو نن د یو پاکستاني په نامه ولاړ دي، ځکه هغوی ملي ګټې سرې کرښې لري. په افغانستان کې بدبختي دا ده چې موږ سره کرښه نه لرو د ملي ګټو په خاطر باندې، او که د جرګې وسو کولی او د ماهیل هم دا حکومت ملت هم د موږ تاسو دردېدلی ده. انشاءالله تعالی که مثبت فکر موږ ولاره دغه جرګې نه موږ مثبتې ګټې اخیستلی سو چې یو سره کرښه موږ د ملي ګټو په خاطر ولرو چې طالب سره، احمد سره، محمود سره موږ خبرې کوو. په کوم چوکاټ کې وکړو چې هغه د موږ ملي ګټې د موږ دغه لاسته راوړنې چې په دا دومره کلونو کې د ځوانانو په بخش کې، د خویندو په بخش کې، د وروڼو په بخش کې دغه ترقۍ موږ کړي، دا له پښو نه لاسه ورنه کړو. څنګه کولای شو چې نور مترقي افغانستان موږ په مخکې لاړ شو؟ نه چې خدای نه کرده بېرته دا سوچ موږ ولرو چې نولس کاله بېرته بیا هغه افغانستان، هغه دربدرۍ، هغه سمت او قومي او زباني خبرې، د هغې اجازه ځوان نسل چاته نه ورکوي او نه افغان ملت ورکوي. موږ له سیاسیونو نه هیله داده ان په ډاګه ورته وایي چې د ملت د نماینده په صفت باندې چې د تاسو امتحان دا ده چې ملت به تاسو راغواړي، ښه خبره به دا وي چې تاسو ملي نظر ولرئ، هم فکره ټولو اوسیږو، تر څو پورې موږ یو واقعي سولې لپاره یو اجنډا ولرو، یوه طرحه ولرو چې په هغې باندې موږ مخالفینو ته قناعت ورسو کولی. او که چیرې دوی دا فکر وي چې دوی د شخصي ګټو په خاطر باندې یا د چا په فرمایش باندې نور ملت غلط کړي، ملت نور نه غلطیږي. بله آقای محمود، در رابطه به انعطاف پذیری که حداقل اعضای جرگه در بخش گفتگوهای صلح با طالبان داشته باشند، این یک مسئله است که روش بحث میشه، ولی در بخش تنش های حداقل که وجود داره میان سیاسیون و شمار از احزاب سیاسی و حکومت و اختلاف دیدگاه ها که وجود داره، در این بخش چگونه میشه یک انعطاف پذیری ایجاد شود؟ خب چیزی که بسیار زیاد مهم است و ایست که همی افسار قدرت به دست کی است؟ این نرمش باید از طرف دولت به وجود بیاد. دولت به عنوان متولی امور، به عنوان نهادی که صلح، امنیت و خیر شر در دستش است، باید این انعطاف پذیری را نشان بده. اخیراً سر و صداهای گروه های سیاسی بلند شده بود که تا دولت به تصفیه کاری های سیاسی در داخل سیستم بپردازد. اگر قرار است که ما به سمت جمعه ملی بریم، نباید حاصل ریشه ها را قطع بکنیم. ما باید بیشتر به فکر ازی باشیم که چگونه میتونیم امو بخش های پاره شده را دوباره بخیه بکنیم و فکر را ایجاد بکنیم که اما افغان است. متاسفانه اگر دولت بخواید به شکل سلیقوی قسمی که تا هکنون برخورد کرده و این برخورد در جرگه بکنه یا حداقل نفوذی های دولت در داخل جرگه بخواید این کار بکنه، فکر میکنم که ما به جایی نمیرسیم. ما باور ما این است جرگه هر قدر با شور و با هیجان باشه، افغانی باشه، اما در نهایت برایندش بتانه برای آینده صلح افغانستان مثمر باشه، ما استقبال میکنیم. اما اگر اجندا قبل از قبل تعیین شده باشه،
یا این اجندا برای یک دو مورد خاص باشه، یا برای بقای بعضا در قدرت باشه، یا برای این باشه که ما در جرگه چگونه میتونیم امتیاز بگیریم بعد از اینکه جرگه ختم شد، هیچ چیز دیگر وجود نخواهد داشت. این جمله موارد است که دوباره مردم افغانستان را به سمت یأس و ناامیدی میکشانه و شعله های جنگ دوباره بالا خواهد شد. شما فکر میکنید آیا تنش ها به حد است که بحث کلان صلح را ببرن به خاطر منفعت های سیاسی خود استفاده کنند؟ امیدوار هستم که تو نباشه. این قضاوت ما که میکنم یا قضاوت شخصی خودم است. اما زمانی که ما به سمت جرگه میریم، قضاوت مردم مهم است. قضاوت جامعه بین المللی مهم است و قضاوت طالب مهم است. فراموش نکنیم که کار را که ما در جرگه میکنیم برای همگی یک درس خواهد بود که یا افغان ها هنوز با هم جور نامدن، یا این که افغان ها تفاهم کردن که دیگر جنگ نکنند. اجندای جرگه اگر واقعی باشه، خالصانه باشه و طبیعی باشه، این میتونه برای صلح پایدار در افغانستان یک تصمیم مهم و جدی باشه. اما اگر قرار باشه که قالب‌های قبل از قبل برای موارد خاص ریخته شده باشه و در جریان جرگه از او استفاده ابزاری صورت بگیره، باور من است که جنگ دوباره در افغانستان دوام خواهد داشت. بله آقای احمدزی، حالا انتخاب اعضا و نماینده های جرگه به نگاه شما باید چگونه باشه؟ چگونه کسانه و چی کسانه از کدام آدرس در این جرگه شرکت داشته باشند؟ دیما پان پا افغانستان که دستی ندستی در نوی جرگه ده من گفتا سو جرگی در لودلی دی مشورتی هم دخ رقم ده پا دی وقت که دی منگ ضرورت هم دیتا ده چی پا هر اشخاص راسی چی غوی واقعا ولسون شاعت والاری لکه څنګه چې استاد ویلی زه پخپله دا تاییدومه چې دا باید فرمایشتي څوک رانیسي، په فرمایشتونو باندې څوک موږ راغواړو، یا دغه ملي موضوع خرابه کړي، په دې کې باید ملت ته صلاحیت ورکولی سي. او ملت صلاحیت ټولو ته دولت ته معلوم ده او ولس ته معلوم ده چې څوک د ملت استازی دي، څوک د ملت استازوالي کولی سي، او څوک په دې جامعه کې مطرح دي. په دې کې خویندې، ورونه، ځوانان، مشران، منګه دغه غواړو چې آزادانه دغه په ولایتونو ته اختیارات ورکولی سي، ولسوالیو ته هغوی خپل نمایندګان معرفي کړي، نو هغه به ډېره ښه راسي چې موږ وسو کولی سي. دغه اطراف خلک یو خو د کابل خلک دي، دلته ناست دي، د نه زوی مري، نه بچی مري، هغه یا په خارج کې یا دلته ښه په امنیت کې دي، چې دغه خلکو له زړه درد نه خبر سي چې هغوی په څه حالات کې ژوند کوي، څومره یې خپل فامیلونه له لاسه ورکړي دي، خو درد واوري. نو بیا دوی دا احساس کولی سي چې صلح ماته له هر څه نه مهمه ده او ضروري ده. نو په دې اساس باندې موږ هیله دا ده چې په دې هغه کې شورا کې باید هغه دردیدلو خلکو ته په اشتراک ورکولی سي، یا دلته دوی خپل ځان پکې وویني چې هغوی واقعا دردیدلي او سولې ته ضرورت لري. نو دغه درد په دوی اساس کولی سي موږ سیاسیانو او بیا یو هدف ته موږ رسېدلی شو. بله آقای محمود، خیلی نگرانی ها وجود داره از این که و بحث های میشه در این رابطه که گویا حکومت از این میتونه استفاده سیاسی و به منافع خود داشته باشه، ولی حکومت گفته که چگونگی برگزاری این جرگه توسط یک کمیسیون غیر دولتی مدیریت میشه. شورای عالی صلح گفته حداقل این میتونه خوشبینی های را ایجاد کنه. بدون شک در صورتی که اگر این جرگه توسط یک جریان بی‌طرف یا توسط کمیسیون بی‌طرف که در هون نماینده های به شمول دولت، نماینده های سیاسیون، زنها، جامعه مدنی، حقوق بشر حضور داشته باشه و اینا واقعا به این فکر باشن که یک کار افغانی است، نه یک کار سیاسی که متخصصش باید دولت باشه، در هو حالت ما میتونیم امیدوار باشیم که خب کسانی را که انتخاب میکنن در جرگه اینا کی ها هستند. یک چیزی را که شما فراموش کردن، ما فراموش کردیم بگوییم است که کسانی که در جرگه دعوت میشه کی ها هستند. نباید لست ها لست های باشه که فرمایشی باشه، باید کسان یا نماینده هایی که در جرگه حضور می داشته باشند باید واقعا از درد مردم صحبت بکنند و در حقیقت کسانی باشند که در خیر و شر مملکت شریک هستند، نه آنهایی باشند که برای یک اجندای خاص دست بالا بدن و چکچک بکنند. باور من است که باید شانس همگی در اینجا مد نظر گرفته شود تا هی که رایزنی هایی که در جریان جرگه صورت می گیرد به خیر کشور باشه. بله خیلی تشکر از دورتان آقای نجیب محمود استاد دانشگاه و آقای نذیر احمدزی عضو مجلس نمایندگان افغانستان. تشکر از دورتان و ممنون از شما که بیننده فراخبر بودید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.